یک تیم تحقیقاتی بریتانیایی برای نخستین بار از پهپادهای خودکار برای نقشه برداری از دامنه انتشار رادیواکتیو در منطقه ممنوعه چرنوبیل استفاده کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش پیش رو می‌بینیم. 26 آوریل 1986 فاجعه هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین روی داد که موجب پخش مواد رادیواکتیو و پخشان در جو زمین شد. دهها تن کشته شدند و شمار کشته شدگان به مرور افزایش یافت این انفجار همچنین موجب تخلیه 150 هزار تن از ساکنان منطقه شد و خسارات جانی و مالی زیادی به همراه داشت. با گذشت سی سال از وقوع این فاجعه، محققان در بریتانیا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین موفق به یافتن مناطق جدید پرتشعش در چرنوبیل شدند. So they're clever enough to fly on their این هواپیماهای بدون سرنشین به اندازه با باوشن که علاوه بر اینکه به طور خودکار پرواز می از برخورد با موانع هم خودداری می و ما با استفاده از نقشه سبودی که به ما ارائه می دن بفهمیم کدوم ناحیه مواد رادیواکتیو بیشتری داره و کدوم نواحی برای بازدید مردم و گردشگران امنه یا میشه ازش برای مزارع انرژی خورشیدی بهره برد. به گفته این محقق دانشگاه بریستول اگر چنین اتفاقی امروز در هر کجای اروپا رخ دهد ده دانشمندان قادرند با استفاده از این تکنولوژی بسیار سریع منطقه را بررسی کنند محققان مرکز ملی رباتیک هسته بریتانیا به دنبال راه حلی برای زباله های هسته تولید شده در مرکز هسته بریتانیا هستند آنها میخواهند با استفاده از هوش مصنوعی تلاش کنند تا خطراتی که انسان را از این ناحیه تهدید میکند کاهش دهند ع ببرین اینکه به رباتهایی های نیاز داریم که بتونن مشکل زباله های با آلودگی بالا را حل کنند بلکه می خواهیم نیروی انسانی که در این مناطق خطرناک هستند را هم بیرون بیاریم امروزه با بهرهگیری از تکنولوژی انسان قادر فعالیت رباتها ها را در سطوح بالا مدیریت کنه تکنولوژی های جدید نظیر رباتها ها و هوش مصنوعی می تواند تا حدود زیادی از اووارض جبران ناپذیر فجا نظیر چرنوبیل جلوگیری کند